بونجور سلام امیدوارم که عالی باشید توی این ویدیو قراره که 20 جمله کار کنیم جمله که توی داروخونه حتی خدای نکنه که ایشون مریض بشید اما اگه وقت مریض شدی توی داروخانه کشور فرانسه زبان حتما باید این جمله ها رو بلد باشید جمله که یا خودتون میگید یا اون فروشنده توی در واقع دارو فروش توی داروخونه به شما خواهد گفت و فرز تری کورانت ان فارماسی این جمله اول رو داشته باشیم باید برم داروخونه نسخه رو بگیرم اینو چجوری به فرانسه میگیم باید برم دارو این نسخه رو بگیرم je dois aller à la pharmacie et prendre cette prescription je dois aller à la pharmacie et prendre cette prescription نسخه میشه پرسکریپشن یکی از معادل های نسخه بچه میشه پرسکریپشن که در اصل میشه تجویز پزشک ما یه فعلی داریم پرسکریر خیر یعنی تجویز کردن یک چیزی رو شما تجویز میکنیم. به خصوص یک دکتر یک دارویی رو تجویز میکنه. اسمش میشه پرسکریپسیون که گاهی به عنوان نسخه هم میتونیم ازش استفاده کنیم پس جدو اره فرمسی فارماسی فارماسی خونه ا ست سد پرسکریپسیون جمله دوم این قرص ها رو به نسخه هم میشه گرفت به فرانسه میگیم سه کمپریمه سون دیسپونیبل ان وانت لیبر یا سان زوردونانس سه کمخیمه کلن کلمه عمومی یا جنغل برای قرص کمخیمه هست حالا ممکنه انواع اصلا قرص ها رو داشته باشیم اما به طور کلی قرص رو بهش میگن کمخیمه آن کمخیمه سه کمخیمه سون دیسپونیب. یعنی قرص ها در دسترس هستن یعنی میتونید پیداشون کنید بگیرید از طور خونه انوانت لیب یعنی با فروش آزاد آنوانت لیب یا سان اغدونانس هم به نسخه هست سانز اقدونانس یعنی بدون نسخه پس سه کمیمسون یسپنیبل آنوان لیور یا سانز اقدنانس ممکن برعکسشم بگی ین که سکمی نسنپ دیسپنیبل سانزاقدنانس یعنی این رسها رو نمیتونید بدون نسخه یا تجویز پزشک بگیرید حتما بیدبر دکتر بتون نسخه بده جمله سوم داروی ضد صرفه میخوام یا کرمه ضد آفتاب میوام یعنی je voudrais un médicament contre la toux یا je voudrais de la crème solaire خب این مدیکمان مدیکمان به طور کلی یعنی دارو میخوام بگیم یک داروی زده میگیم این مدیکمان کنت مثلا کنت لطو لطو بچه ها از فعل توسه میاد دو تا اس داره به معنی صرفه کردن توسه به معنی صرفه کردن اسمش میشه لطو یعنی صرفه پس این مدیکمان کنت خب لطو کنترل تو یعنی داروی ضد سرفه je voudrais un médicament contre la toux s'il شما کرم ضد آفتاب میخواین je voudrais de la crème که من خوشید هست سولیخ صفتشه کرم زده آفتار باش میگه لکم سولیخ به این جمله چهارم داشته باشیم بفرمایید هر وقت صرفه کردین شربت صرفه رو بخورید دکتر دارو, دارو, ساز به شما این رو میگه ولا بفهمید یعنی بگیرید بیو سو سیرو بیو سو سیرو سیرو یعنی شربت مثلا همین شربت دارو سو سیرو کنترل تو یعنی در واقع شربت سرفه یا شربت زد سرفه سیرو کنترلت تو شک فوا که و توسه یعنی هر وقت که صرفتون گرفت شک فوا که یعنی هر وقت که هر بار که و توسه شما سرفه میکنید بیو سو سیرو سو سیرو تو شک که وو تو جمله تلخه ولی معجزه میکنه مثلا این شربت تلخه ایلا انگو امر مفید میراکل ایلا انگو امر مفید میراکل گو یعنی تام ها امر هم یعنی تا یعنی تام تلخی داره ایلا انگو امر امر این یعنی تا می راک. فرق ده میراک میراک یعنی معجزه اما موجزه میکنه درست تلخی اما موجزه میکنه حال شما رو خوب میکنه ایل ان گوامر می فی بعدی میشه لطفا تعدادی قرص ضد بارداری به من بدهید یا میشه لطفا نوار بهداشتی به من بدهید پوریه و مدونه د پیلول کنترسپتی پوریه و مدونه خیلی معدبانه است به جای دونه موام میتونه بگید پوریه و مدونه خیلی معدبانه و با کلاسه پوریوو مدونه ده پیلول کنترسپتیو حالا قرص ضد بارداری بچا کلمه پیلول به معنی قرص ضد بارداری پیلول کنترسپتیو کنترسپتیو یعنی در واقع همون ضد حاملگی یا ضد بارداری از قرص ضد بارداری میگن پیلول یا د پیلول کنترسپتیو یا تو این نوار بهداشتی میخواین پوریوو مدونه د سرویت ایژینیک به نوار بهداشتی میگیم سرویت ایژینیک. سرویت ایژینیک سرویت یعنی دستمال یک از معنیاش ایژینیک صفت ایژینه ایژین یعنی سانته یعنی سلامتی یعنی بهداشت ایژینیک میشه بهداشتی پس سرویت ایژینیک میشه چی؟ نوار بهداشتی پیلول کنترسپتیو تکرار میکنید دیگه اتمن. پیلول کنترسپتیو شما به هر قرصی نهایت بگید پیلولا خب یه وقت بهتون نخندم پیلول یعنی قرص زده گفتم قرص میشه کمخیمه اما قرص ضد داره میشه پیلول یا پیلول کند دقت کنید اینا رو اشتباه نگید یه قوتی شیر خوش که یه پستونه رو خب حالا شما بچه دارید این بوات دوله آن پودر اون تتین سی یه وقتی اصلا شما فعل به کار نمیدید یعنی دونه موا چیزا نداریم خود اون چیزی رو که میخواید میگید آخرش حالا یه سیبوپلی بزنید بچه ها بهتره این بوات دوله آمپودر پوات که مشخص یعنی قوتی لی آن یعنی شیر پودری یا یعنی هم شیر خشک این بوات دو لی آن این تتین تتین بانه پستونه که این بوات دو لی آن این تتین سی بوبله انقدر باید سریع بگیرین انقدر باید تکرار کنید که بتونید فرض بگیرید جمعه هشتم داروهای گیاهی هم میفروشید داروهای گیاهی هم میفروشید یا گیاه های داروی. این شکلی هم بیتونیم بگیم

یه رو پر از آب کنید و این دارو رو توش حل کنید خب اینو دارو, دارو ساز به شما میگه یا دکتر به شما میگه رامپلیسه ان دو ا دیسولو سو مدیکامون دودان رامپلیسه ان دو رامپلیسه از فعل رامپلیر میاد پر کردن میگیم رامپلیر کیک دو کیک یعنی از آب پر کنید رامپلیسه ان ور دو یعنی از آب یک لیوان رو پر کنید دیسولوه یعنی حل کنید سو این دارو رو دودان دودان یعنی دان ورق یعنی داخل اون لیوان دودان کلا یعنی داخل پس داخلش دودان این دارو رو حل کنید یادگی میخونم قام هم ورق دو دیسولوه سو دودان جمله دهم. برای سوازمه داروی دارید وزاویده مدیکمان پولنی جستیان؟ یا وزاوه آن مدیکمون پور لند هیچ فرقی نمی کنه لند دیجستیون سوه حازمه خود دیجستیون یعنی حازمه حزم ان دیجستیون آی این آی میشه سوه حازمه بس وزاوه ده مدیکمون آیا برای سوه حازمه داروی دارید بجه مدیکمون که آیا برای شما میتونید وزاوه کت کشوز پور لند دیجستیون هیچ ایرادی نداره حالا دارو به شما میگه این دارو سوه حازمه رو برطرف میکنه. میگیم سو مدیکامون سوانیه وترو اندیجستیون یعنی میتونه درمان بکنه برطرف بکن سوانیه درمان کردن وترو اندیجستیون سو مدیکامون پو سوانیه وترو اندیجستیون سو مدیکامون پو سوانیه درمان کنه برطرف کنه وترو اندیجستیون شما رو میگن لیمو و اصل برای سرماخوردگی خوبه میگن لیمو و اصل حتی لیموی تازه و اصل طبیعی نه تقلبی برای سرماخوردگی خوبه به فرانسه میگیم اون دیک میگن که میگه اون دیک سیترون اوک دو میل لو سیترون یعنی لیمو اوک دو میل با مقداری اصل یا با اصل ات غمد بون کنتر لو ان شاید قومد تاله حالا شما نشنید به معنی کلن داروه هر چیزی که دارو باشه برای شما حالا میتونه مجازی هم باشه مجازی هم باشه ان قومت بس گاهی به جای مدیکما میتونیم بگیم هم قومت بگیم قومت فعلش رو برام پیدا کنید بیارید قومت فعلش چیه ها درمان کردن یه فعلی داره شبیه همین قومده اینو تو کامنت ها برام بگذارید اون دی که لوسیت خونه بی میل اتام بون قومت کونتر لو روم یعنی علیه سرماخوردگی جمله 13 هم. این قرص ها رو سه وعده در روز بخورید چه به شما میگه این قرص ها را سه وعده در روز بخورید یا سه بار در روز میل کنید پخونه بخورید سه کم این قرص ها را تخوا فا پخشو. سه بار در روز تخوا فا پخشو سه کم خیمه تخوا فا پخشو اگه هم درد داشتید هر چهار ساعت یک بار دو تا از این قرص ها را بخورید اگه هم درد داشتید یعنی اگر باز اگر درد برگرده به سلاح سیلا قویان سیلا دولا یعنی درد قویان اگه درد برگرده پونه دو کمخیمه دو کمخیمه یعنی دو تا از این قرص ها رو توتل کتخا ما خواهیم میگیم هر چهار ساعت یک بار میگیم توتل کتخا اگه ما میگم هر چهار هفته یک بار میگیم توتل کتخ سومن توتل دو سمن هر دو هفته طول دو جو هر دو روز دقت کنید دیگه حالا چون او مهندسه توت شده دیگه

دانتیسپتیک ضد عفونی کننده این بوته دانتیسپتیک یک شیشه ماده ضد عفونی کننده یادتون که نمیره دون مو این بوته دانتیسپتیک اینا رو بچه‌ها اینقدر باید تکرار کنید که با یه بار و دو بار فایده نداره اینقدر با این جمله رو بخونید تکرار کنید از حفظ بگید یعنی که من اول فارسیشو میذارم یه بار دیگه ویدیو رو ببینید و بگید که آیا میتونید این جمله رو به فرانسه بگید یا نه اینجوری از خودتون تست بگیرید شما 17 آنتی بیوتیک ها فقط آنتی بیوتیک ها رو فقط به نسخه میدیم لز آنتی بیوتیک دیسپونیبل که سور اوردونانس ما به که بگیم سون سولمون دیسپونیبل سور اوردونانس یه ساختار نوکو داریم نو دیسپونیبل که یعنی همون فقط در دسترس هستن یعنی قابل دریافت هستن سور اوردونانس یعنی با نسخه اونجا سا سان اوردونانس بود اینجا سور اوردونانس یا اوک اوردونانس فرق نمیکنه شماره 18 مواظب باشید بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید مواظب باشه میشه اتانسیون مواظب باشید این کار نکن اتانسیون اه یه اه بعدش بعد فعل و سطح مستقریم. حالا اگه فعل مستری و منفی باشه نوپر اول میاریم بچه هایی نوپر یاد داشت کنید اتانسیون انوپر پا دیپسه لدوز پرسکریت لا دوز که هم تو یعنی مقدار تجویز شده تجویز شده پرسکریت یادتونه پرسکریپسیون پرسکریپسیون یادتونه دپسه یعنی تجاوز کردن از یه چیزی مثلا تجاوز کردن از سرعت مطمئنه دپسه لویتس خب دپسه لدوز خسخید یعنی بیشتر از مقدار مصرف شده مراقب باشید که استفاده نکنید اتانسیو انوپا دپسه لدوز خسخید مقدار تجویز شده یا دوزی که دکتر گفته ما قطر گوش نداریم یا قطر گوش که دکتر تجویز کرده رو نداریم تو میگم دارو رو

اوو از پو آیا چیزی دارید برای پایین آوردن میشه فق بسه پو فق بسه ل اختقیل یعنی فشار خون بچه مثلا شما میگم من فشار خون دارم میگم ژ ل تانسیون از پس فق بسه ل تانسیون فشار خون را پایین آوردن این هم از بیستو جمله داروخونه که قبول دارم یه کمی سخت بود اگر مبتدی هستید ولی خب اینا رو باید حداقل حفظ کنید که گوشتون آشنا باشه که یه وقتی هم خودتون یه همچین یعنی چیزی خواستید رو بتونید بگید میتونید اسم داروهاش رو حالا عوض بکنید ساختارش که عوض نمیشه همونه میتونید اسم داروها رو عوض کنید اگه همین داروها رو خدایی نکرد نیاز دارید میتونید باز همینا رو دقیقا با پبا حفظ کنید جو ویدیو با عرب پوشن ویدیو بون شانس